از هر سن یه بازیکن خفن. امروز توی یه گردونه از 17 ساله ها تا 40 ساله ها رو قرار دادیم و توی یه گردونه همه پست های فوتبال رو. پس گردونه سنا رو میچرخ کنیم و هر سنی که در بیاد، مثلا 39 گردونه پست ها رو میچرخ کنیم و اگر مهاجم نوک در بیاد، رونالدو میاد تو ترکیب. این که آرژانتین آقا جان. با نمو یاد الله میخوام برم بشر کنم همون اول رونالدو رو بگیریم بریم تو کارش. یا علی مدد. 19 ساله. یکم فکر کردم تو ببینم که کیو میتونم پیدا کنم. گارناچو 19 نیست؟ پس کردن این پوستر رو میتونیم هر جایی که بگه باید 19 ساله بخریم بداریم هافبک بلینگام 18 سالشه. پس رفتیم سرچ کردیم تو ببینیم که کدوم هافبک 19 سالشه. گاوی 19 سالشه؟ پدری 19 سالشه؟ سن پدری چنده؟ 21 سالشه که این بابا الکی داری. جمال موسیالا خدایی 19 نیست؟ از اونجایی که توی اینترنت گزینه مناسب پیدا نکردیم رفتیم توی بازی تا شاید بتونیم پیداش کنیم. گارناچو 19. گارناچو 19 LMF هم بازی میکنه. پس گارناچو با من اولی بازیکن وارد ترکیب شد. جانم گارناچو عزیز کجا بودی تو عشق؟ به مسی چند سالشه؟ مسی فکر کنم 35 سالشه یا 36 سالشه، دقیق نمیدونم آقا جان. سر ببین یه مسی رونالدو بده خدا وکیلی ما بگی چی میرون. 31. لواندوفسکی 31 چهاره. نیمار 31. به جان پدرم نیمار 31. هافبک در بیاد، وینگر در بیاد، نیمار رو میتونی بگیریم. ببین جان پدر است، یا هافبک یا مهاجم یا وینگر در بیاد من نیمار رو میارم تو. پس رفتیم سرچ کنیم تو ببینیم نیمار چند سالشه. 31 سالشه. پس بدون هیچ مسئله نیمار به عنوان بازیکن دوم وارد ترکیب شد. جانم آقا نیمار چرا من اینو گذاشتم مهاجم، تو باید هافبک وایسی اینجا. ببین دیگه نگم رونالدو رو بده دیگه، لواندوفسکی هم نمیخواد بدی. یه سنایی بده که تیم درست جمع شه. خدا بگید سخت میشه اونجوری وگرنه آروم میشه خونم. برو 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 بالا. نو خیلی فکر کردم تو ببینم بازیکن 29 ساله‌ای که میشناسم کیه ولی نمیتونم. پس ببینم گردن این پوستر رو بچرخ کنیم ببینیم که کدوم پوستر میاد. خیلی هم مهم نیست. وینگر چپ. بنابراین سرچ کردیم تا پیداش کنیم. سانه 29 سالش نیست؟ وای 29 نیست. سن جنبری چنده؟ خدا شاهده سن 29 جنبری 29 سالش خدا وکیلی. اما باید میدیدیم که توی تیممون داریمش یا نه. از اونجایی که جنبری رو نداشتیم رفتیم خریدیمش و به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. خدا وکیلی رونالدو رو در بیار. مسی ما آرژانتین ما پوشیده. مسی در بیاد. حال امروز مسی در نمیاد. به چرخو مسی در بیاد دیگه. من نمیدونم چند سالشه. 38. خدا این مهاجم نوک در نیا. تو رو اجازه پدری مهاجم نوک در نیا واسه مسی و رونالدو بمونه اونجا. قربون شکله دفاع وسط. پس رفتیم سرچ کردیم تا دفاع وسط 38 ساله رو پیدا کنیم. باش پپه 40 سالشه. دنیال بازم که اصلا نیست. شیلینی چند سالشه؟ همونطوری که داشتم میگشتم اسم یه نفر که عجوبه فوتبال بود تو ذهنم اومد. راموس 38 در اومده بود. 38 در اومده بود. راموس 38 سالشه وایسا. قربون شکله آقا راموس 38 سال بیا تو ترکیب. پس راموس هم به عنوان دفاع وسط وارد ترکیب شد. شکل چقدر تو دوست داشتنی آخه. برگام شو مسی رونالدو رو بده دیگه. مسی رونالدو لواندوفسکی نه 23 خوبه گزینه مناسبیه. امیدوارم مهاجم نوک اصلا ندی. اصلا برو تو راه چیزی که دروازه بان مثلا برو دفاع راست. بابا برو بدارت. واسه مهاجم نوکم خیلی فکر کردم کدوم بازیکنی که 23 سالش باشه اما واقعا نمیشناسم. پس ببینیم سرچ کنیم تا پیداش کنیم. وینیسیوس بلینگام هالند چند سالشونه اینا؟ وای هالند 24. ای بابا در همین هنگ که داشتم دنبال بازیکن می‌گردم عکس یه بازیکن توجهمو جلب کرد. رودریگو چند سالشه؟ رودریگو 23 سالشه باورم نمیشه. رودریگو 23 سالشه مهاجم نوک میتونیم بیاریمش. پس رودریگو رو خریدیم و وارد ترکیب شد. شوونن 97 میشه جدی؟ ببین سن 25 در بیاد اما برای میتونیم بیاریم. فندایک هم تو اون هلو هوش بازش فندایک 30 سالشه فکر کنم. یا ببین هر چی در میاری هافک مافک در نیار. برو یه گوشه گویه. مرسی دفاع وسط خوبه. روبن دیاز 27 نیست؟ پس رفتیم سرچ کنیم تو ببینیم سن روبن دیاز چنده. قربونه آقا شکل روبن دیاز. ببین از همون اول دوست داشتم. پرتغالی قهاری رفیق رونالدو دوست دارم بیا تو ترکیب. پس روبن دیاز به عنوان دفاع وسط وارد ترکیب شو. خب ببین احتمال این که الان مسی و رونالدو رو بگیریم خیلی پایینه. فقط روی این دوتا گزینه یا هافک یا وینگر راست میتونیم مسی و رونالدو رو بگیریم وگرنه میخوره به در همه چی. بالا سی بدی من در میارم میکنه. بالا سی بده من تقلب میکنم مسی و رونالدو در بیاد. بارکلا فقط یه هافبک یا وینگر راست میخوام رونالدو رو بیارم. اگر هر چیزی به جز هافبک و وینگر راست بده اصلا نمیتونیم دیگه رونالدو رو بیاریم. هیچ کاری هم من ندارم به قرآن من هیچ کاری ندارم. میچرخونم هرچی افتاد من دیگه دست نمیزنم به هیچی. وا
مبارک. اما این مهم بود که ببینیم رونالدو واقعا هافبک بازی میکنه یا نه. اگه هافبک بازی نمیکرد نمیتونستیم بیاریمش. ببین با داداش LMF و RMF داره رو A بازی میکنه هافبکشو. پس رونالدو به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. جانم آقا رونالدو نفس عشق، یه وینگر راست مسی هم بده تو قلب آرژانتینیا تمومه. عالی مدد. 35 تا 36 من سه نمیشو نمیدیدم. 39 امیدوارم وینگر راست یعنی قرمز و نده هر چی دلخواست بده. قرمز نده، قرمز نده، خواهشان قرمز نده. خوبه. پس رفتیم سرچ کردیم دفاع چپ 32 ساله تا پیداش کنیم. ببین دفاع چپ 32 ساله آلفونسو دیویز که اصلا بعید میدونم بنده خدا بالا سی باشه. آلابا، آلابا سنش بالا به خدا، همه جا بازی میکنه. 32 ما چند آورده بود؟ فکر میکردم تیرمون خطا رفته اما نه. اینم 32 دیگه مبارک کله چقدر دو ما اوجیا قبزر. پس آلابا رو خریدیم و وارد ترکیب شو. جان ترکیب خدا، یه وینگر راست مسی بیاد. اصلا این از سر کن سن مسی چنده؟ 37 سالشه. از کانات میخوام انرژی بگیرم بفرستم 37 در بیاد. یالی 37 در بیاد. عالی دمت. ببین وینگر راست در نیاد دیگه، خدا شاهده وینگر راست در نیاد. مسی فنا واقعا نوزی. پس رفتیم سرچ کردیم وینگر راست 26 ساله تا پیداش کنیم. برای وینگر راست هیچ چیزی بزن هم نمیرسید تا اینکه به یه عکس آشنا برخورد. کیزا، کیزا به خدا 26 سالش میتونه باشه. کیزا فدریکو بابا میشه. قربونت برم فدریکو عزیزم. و آقا فدریکو کیزا به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد. امیدوارم لیاقت جای مسی بودن رو بدون. الان یه دروازه‌بان دیگه دونه دفاع راست مونده فکر کنم اگه اشتباه نکنم. ببینیم که کدوم سن در میاد واسه این دو تا 24. دروازه‌بان یه دفاع راست، دروازه‌بان یه دفاع راست 24 ساله. دفاع دروازه‌بان یه دفاع راست، دروازه‌بان یا ادرسون. هیچ دروازه‌بان 24 ساله‌ای تو ذهنم نبود. دروازه‌بان 24 ساله من نمی‌شناسم. این بار دیگه تو اینترنت سرچ کردیم رفتیم توی ترکیبمون توی دروازه‌بان 24 ساله پیدا کنیم. این الان چند سالشه؟ بابا مهدی تو کی بودی؟ هستون رو ما به عنوان دروازه‌بان وارد ترکیب شد. سری میخوام اگر اونای سن رو بچرخونم ببینم که چه سنی میده واسه دفاع راست. دنی آلوز بیاد. 17 سال دفاع راست نداریم. 17 سال 17 سال منم نمیتونم بازی کنم. اصلا نمیدونم با دفاع راست 17 ساله داریم یا نه. پس رفتیم توی تیممون سرچ زدیم تو ببینیم که میتونیم کسی رو پیدا کنیم یا نه. 17 که این نیست داداش. اینم که عمرن 17 باشه اصلا 17 نداریم داداش. 17 ساله عمرن نداریم اصلا. قربونت برم. از اونجایی که دفاع راست 18 ساله نداشتیم ترجیح دادیم تا گردن رو دوباره بچرخونیم. ای خدا 21. 21 دیگه ما باید داشته باشیم خدا وکیلی. دیگه 21 رو باید داشته باشیم دیگه. باریکلا آرنولد بیاد تو ترکیب. پس آرنولد به عنوان آخرین بازیکن وارد ترکیب شد. حالا با یک مشکن ترکیب درست میشه. حالا با ترکیبی که از سنهای مختلف فوتبال چیدیم به سمت بازی اول میرویم. و اما حریف اول دیویژن 3 2800 خورده ای. چجوری اون از اون ضعیف تر؟ و اما ترکیب حریف بابا چی نیست. من بعد چرا من بعد آخه کجلان بشینم؟ من نمیفهمم. بکشین عقب یه مقدار. حتما آقا راموس گول من چقدر من شما رو دوست دارم. بده رونالدو، رونالدو به چرخ، به شوتش. رونالدو میاد اینجا. بده تو کسی نفهمیده. بزن عقب بزن شوتو به شوت دیگه. شوت اینور تمام گولو میخوره. برای خود رونالدو میرسونه. رونالدو میره که تک به تک بشه کریستیانو رونالدو از همون بیرونه محوطه شوتش تیره دروازه. بابا میبرم شو به وسط میاره. رونالدو شوتشو میزنه تیره دروازه. برگش حالا گل. توپ عوض میخواد بکنه فدریکو به سمت داخل میزنه. فدریکو به جلوتر نیمار رونالدو دروازه خالیه توی نمیدونم گل سوم. بده بره فدریکو. فدریکو سرعت بالا داره این بازیکن. فدریکو میتونی بدی این ور. فدریکو بزن بابا گل چهارم بخوره. جانم فدریکو دو نفر پویستر هم فندایگو داره دیریب میکنه. خطا رو میگیره از فندایگ. بریم تیر دو ارسال بلند. هدو میخوام. چه راست من مادره بابا. چی کار داریم میکنیم دروازه با نداشتیم حالا با دفاع کرد. از بین سه بازیکن داره رد میشه میزنه فندایگ. کار قربزه باید بدی بهش. چه پاسو تموم کار. عمران خطاشه. عمران خطا. داداش خدایی من دارم میبینم. اصلا اینجا نبود من پاس دادم بهش. برو بیرون دیگه. انصرافو بده دیگه. بده من. برو بیرون. شیشتا خورده دیگه. جانم دریبل.
جان امیری پاس نیمار، نیمار شوت و تمام برو بیرون شش تایی. با درخشش فدریکو شیازا و شش تایی کردن حریف از بازی اول سه امتیاز به دست میاری. پس بتونیم اینکه به ترکیبمون دست بزنیم و تغییراتی تو ترکیب ایجاد بکنیم به سمت بازی دوم میرویم. اگه تا اینجا ویدیو دیدین حتما ویدیو رو لایک کنید و اگر تازه جدید اومدین توی این کانال حتما کانال رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم. و اما حریف دوم دیویژن 3 3074 او یوتیوب داره. او یوتیوب داره. از 4 سال پیش یه دونه ویدیو پس پس پستم گذاشته، یه مقدار ویو هم گرفته. ببینم چه کار میکنه اینجا. قدیمی بس. و اما ترکیب ایشون ببین ترکیب رو ببین. کسی که اینجوری میچینه نزدیک به هم کج اکثرا قدیمی از اونایی بوده که توی پس 20 20 21 4 تا سی بی میذاشته. وسط جانم پاسکاری. برو ببینم گارناچو سرعتی پاسو میده اونجا به نیمار. نیمار به وسط تر در میارن اونجا. یه جلو آروم آروم از تو که داری 4 سال 5 سال پس بازی میکنی بعید اینو گل نکنی. برو ببینم حالا نوبت من بزن. باکی تو سرم کنم رونالدو. برو رونالدو بزن اونور. بابا دارو شوت کن. بده پاس تو. برو بده اونور. بزن بزن دو. برو بزن. باره کلا دیگه گله. بزن رونالدو همونو. بزن این بر. بابا درست شوت کن. کیزا سرعت بالایی داره. ریماز کن. فدریکو کیزا سرعت بالایی داره. توپ رو نگه میداره. نه چی نیست. شارژ دستم تموم. به جانم پاس. دوباره خود رونالدو. رونالدو میره واسه تک به تک شدن. میرسونه به وسط. میزنه گنبری. برو یه تو شوت کن این بر. بزن دیگه بابا. رونالدو برو تک به تک بده اون بر. بزن شوتر رو خاک تو سره. بزن این بر تمومه دیگه. برو ببینم. قرآن گفتم الان بروش کردیم الان میزنه پاره پورم رو میکنه. این چه بازیه. بابا این دسته این وریه من نمیتونم تمرکز کنم. به نبری برو تک به تک ها بزن. بابا نمیخوره. اصلا نمیخوره. دروازه بانش من موندم. تمام بازی دو بر یک میبری. با درخشش سیار سفن در این بازی دو بر یک میبری و ازش سم کیاز به دست میاری. ببین اگر بازی سوم ما با دقیقا با همین ترکیب ببریم من همیشه این ترکیب رو نگه میدارم به خودم با هم بازی میکنم اصلا. و از اونجایی که ترکیب داشت عالی جواب میداد بدون اینکه بهش دست بزنیم به سمت بازی آخر یعنی بازی سوم میرویم. و اما حریف آخر دیویژن 3 3088 باز کینگ سولبا. و اما ترکیب کینگ یا حضرت همه زدن. این یه کینگ دیگه است. کینگ ما کجا و کینگ اینها کجا. منو شوتش کن اینور. شوت به حمله. بابا بده پاس تو دیگه. بده گارناچو سرعت بالا میخوام ازت. گارناچو یه پا عوض. بار کله بیا تو. شوت تو میخوام. یا رونالدو وسط. رونالدو شوتش کن. بار کله. حالا بار کله گارناچو سرعت بالا یاری بازی کن. گارناچو بده بیرون. بزن نیمار. نرین تو پاش. حالا بزنه. دو تا گل داد بهمون دو دقیقه. بزن دیگه بابا. میسامو نیمار تیر دو بابا درست بکش. بیا دیگه بابا. دو تا نیمار داری گند میزنی تو کار ما. یارو داره تعویض میکنه. من این چو دسته میزنم. از ها اونطورم یارو سلکت نکنه. پدر سلکت کنه. وای گل نمیخوره. بزن برو تو گلش بی پدرو. جلو بازی کن تا ته میخوام جلو بازی کنم. بازی آخر رو با اشتباهات خودمون مساوی میکنیم و یک امتیاز به دست میاریم. اگه از این ویدیو لذت برید دوست دارین دوباره از این سبک ویدیوها رو بذاریم حتما تو کامنت رو بنویسیم. این دو تا ویدیو هم ببینیم تاج سر.